در این برنامه با آذر مازیدی به تحولات هفته خواهیم پرداخت. من به آذر مازیدی روز بخیر میگم. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. آذر مازیدی اخیراً توی مدیای اجتماعی در پی مرگ دو نفر از هنرمندان ایرانی به اصطلاح صحبت‌های زیادی شده، هوشنگ ابتهاج یا سایه و همچنین مرگ معروفی که در آلمان اتفاق افتاد، بسا عکس‌العمل‌های مختلفی بود، یه عده طرفدارش بودن یه عده علیهش می‌نوشتن. خواستم نظر شما رو بدونم. ببینید، من قبل از هر چیز توصیه میکنم به بینندگان این برنامه نوشته منصور حکمت رو اگر نخوندن بخونن، ماهواره و آل احمدهای پلاستیکی. این نقد خیلی خیلی عمیق و خیلی تیز در مورد کلن ادبیات و شعر و اون فرهنگی که برش حاکمه، خیلی تیز، خیلی زیبا و خیلی عمیق نقد کرده یه فرهنگ شرق زده عقب مونده ضد زن با تمام اون عقب ماندگی هایی که تو اون جامعه بوده و حتی اینو چپ پوپولیست این رو ستایش میکرده. و این اتفاقا عباس معروفی همونجا منصور حکمت بهش اشاره میکنه. من اینجا لزوما نمیخوام راجع به نقد ادبی حرف بزنم. اینها ادبیاتشون عقب موندگی های وسیع فرهنگی توش هست. فرضاً یکی از نمونه هایی که منصور حکمت تو همون نوشته میگه زن تو این ادبیات یا مادریه که خورش قرمه سبزی میذاره یا زنیه که میتونه فاحشه باشه. تصویری که دارن یه همچین تصویرهایی هست. اون چیزی که اینجا مورد نظر من هست همدستی، همکاری، دفاع اینها از رژیم اسلامی، یه رژیم جنایتکار دزد کثیف که جنایاتش رو در تاریخ بشریت ثبت کردن. تک تک این کسانی که در رأس این حکومت نشستن، اونهایی که مردن هیچی، اونهایی که هنوز زندن و اینها رو باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کرد. فقط دهه 60 رو شما در نظر بگیرید، بیش از 100,000 نفر تو زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدن. شکنجه‌های وحشیانه‌ای که حتی تصورش برای انسان سخته. بعد کشتارهای دیگه‌ای که کردن تو کردستان، تو ترکمن صحرا، تو جنگ ایران و عراق، چگونه نوجوان‌ها رو فرستادن روی مین. 1,000,000 نفر حداقل تو جنگ ایران و عراق کشته شدن. و از اون پس مدام استثمار، سرکوب، فقر داره جون میگیره. هر روز کارگرها دارن از توی محل محیط کار ناامنشون هر روز چند تا کارگر داره کشته میشه. الان فقر و گرسنگی گریبان همه مردم رو گرفته. دزدی‌های وحشیانه که این رژیم کرده. اینقدر جنایات این رژیم وسیعه که راستش آدم وقت نمیکنه تو حتی یک ساعت راجع به تمامش صحبت بکنه. و اینها کسانی هستن که از این رژیم حمایت کردن و رؤسای این رژیم رو ستایش کردن. اون سایه ابتهاج که اون هم در آلمان مرد که یه توده‌ای پروپاقرصی بود که مدام در رابطه با خمینی و این و اون شعر گفته بود و بعد از مرگش هم کلی ازش ستایش شد. عباس معروفی هم نوشته هاش هست که چگونه از رئیسی رو ستایش کرده، گفته وقتی رفته بوده که کتابش از مجلش از سانسور در بیاره، یه چیزی از تو فیسبوک همه جا پخش شده بود، چگونه از رئیسی تعریف و تمجید میکنه، چه آدمیه، چه خوشتیپه، چه شخصیتی داره، با سازگارا چطور دمخور بوده، با ابراهیم نووی، با همه شد. مسئله بر سر اینه که حالا ادبیاتش رو من بذارم کنار و نقد ادبی نکنم چقدر خوب، چون دیدم یه آدمایی که حتی به نظر آدمای پیشروی میامدن اومدن از ادبیاتش تعریف کردن. این دیوار بین ادبیات و انسانیت، من دارم میگم توی این متن، برای خود من شخصا واقعا تعجب آور و شوک‌آور بود. بعضن بحثی نیست که بگیم سیاست همون با هم فرق میکنه، تو مثلا طرفدار فرزن فرض کنیم تو انگلیسه، تو طرفدار حزب محافظه کاری یا حزب کارگر یا لیبر، نه، بس بر سر انسانیت، حرمت انسان، جون انسانه.
و اینها اومدن از این رژیم جنایتکار و کثیف و دوست حمایت کردن. از رئیسی کسی بیاد حمایت کنه که جز قاتل دست رده اول دهه 60، شما چطوری میتونید اصلا حتی یک لحظه فکر کنید؟ حتی اگر بهترین ادبیات داستایوفسکی هم باشه توی از نظر ادبی، این جنایت پروریش رو شما چطوری میتونید توجیه بکنید؟ از این نظر نشون میده که جامعه ایران حتی بعضا نمیدونم چقدر از چپا هنوز ممکنه ازش حمایت کنن، یه دوره‌ای کردن، ولی یه فرهنگ به شدت عقب مونده و کثیفی حاکمه و این میاد و آدما رو فقط به خاطر اینکه بلدن قافیه درست بنویسن یا بلدن یه نثر خوبی رو این بر اون بر بکنن رو به عرش اعلا میرسونه، بدون توجه به اینکه اینها واقعا تو زندگی واقعیشون از نظر اخلاقی، اصولی، ارزشی و انسانی کجا ایستادن. دولت آبادی هم که خب همه میدونن، اصلا تمام این هنرمندایی که راجبشون حرف میزنن هنرمند باید بهشون گفت، چگونه با روحانی، با خاتمی، با رئیسی، با تمام اینا نشستن، برخواستن، شام خوردن، نار خوردن. الان که وضع داره تغییر میکنه، الان که جمهوری اسلامی پای گور نشسته، در اینها رژیم چنج هم از طرف آمریکا مطرح شده، یه سری از اینا اومدن سینماگر و غیر و ذالک مثلا پتیشن مینویسن و اعتراض میکنن و خواهان تغییر هستن، به اصطلاح هم رنگ جماعت بشن. آذر مازدی، خب بالاخره هر کس تو جامعه بالاخره یه کاری میکنه، یکی به سیاست مشغول میشه، یکی بندایی میکنه، یکی کارگری میکنه، یکی هم بالاخره شعر میگه و یکی هم نویسنده میشه. من مشکلی ندارم، بالاخره آدما میتونن توانایی های مختلفی داشته باشن. چرا تو جامعه ایران قشر نویسنده، هنرمند، نقاش، اینا یه قشر به ساعت چی میگن، از اون بالا به مردم نگاه میکنن، همه باید احترامشون رو داشته باشن. فرض کنیم مثلا آقای مروه اصلا خیلی نویسنده خوبی بوده، خوبم جملات رو درست میکرده، چرا باید بهش یه ارزش اضافی رو جامعه در قبالش باید داشته باشه؟ یه بنایی که مثلا فرض کنیم خوب آجر رو میتینه، خب اینم کار خوبی میکنه دیگه، ولی اون کارش بیارزشه. ولی این که داره اصلا حرفی که میزنه پاش رو زمین نیست، چرا بهش ارزش قائل میشن؟ علت این فرهنگ تو جامعه ایران پا گرفته چی هست؟ خود این هنرمندا چه نقشی تو این داشتن؟ البته این فقط خاصیت جامعه ایران نیست، همه جای یه مقداری اگر شما تو قشر هنرمند قرار بگیرید یه حالت از ما بهترونی میگیرید، ولی تو جامعه ایران به خصوص خیلی اینجوریه، به خصوص وقتی به شعر میرسه. شعر تو فرهنگ ایران یه جایگاه به نظر من بی خودی بالایی داره و بعد البته خب شما یه شعرهای مهمی دارید مثل حافظ و مثل نمیدونم مولوی و نمیدونم خیام و اینا، جاشون جای خودشونو دارن، روشنه، مثل هر جای دیگه یه همچین انسانهای ادیبی میتونن تأثیرات جدی بذارن. فرضاً شما به فرهنگ روسیه نگاه میکنید، داستایوفسکی، چخوف یا تولستوی، اینها تو فرهنگ، تو اون مقطعی که تو ادب روسیه زندگی میکردن جایگاه مهمی داشتن تو نقد حتی ایدئولوژی و فرهنگ حاکمی که بود، در این حال که از نظر ادبی توانایی و استعداد بسیاری داشتن که هنوز که هنوزه وقتی میرید این آثار رو میخونید میبینید که پاورجاس یا شکسپیر یا هرچی. ولی اینا اینطوری نیست، داریم راجع به یه آدم های دست پنجمی حرف میزنیم که نصفشون بد نیست یا مثلا بلدن قافیه بسازن. این به نظر من از فرهنگ عقب مونده شرق زده جامعه ایرانی که این کارو میکنه. خب روشنه اینا هم واسه خودشون میخوان از ما بهترون باشن، به هم نون قرض میدن فقط. ولی اگر شما دکتر باشید، حتی مهندس، حالا بنا رو ممکن از بالا بهش نگاه کنن چون کارگره و خب جامعه طبقاتیه، اون طبقاتیه با این به کارگر چشم خیلی پایینی داره، ما میبینیم چطوری نگاه میکنن. ولی حتی مهندس و دکتر این جایگاه رو ندارن که میتونن تاثیرات خیلی بیشتری داشته باشن. ضمناً بذارید من اینجا ببینید، شما نگاه کنید، فرضاً همین الان من پستای زیادی میبینم که اگر یه نفر تحصیلات دانشگاهی داشته باشه و دستگیر بشه، نوکی ازش حرف میزنن تو بعضی از پست ها توی مثلا سوشال میدیا، خیلی متفاوته از کسی که کارگر باشه. نوعی که ستای ب...
ببینید طرف مثلا المپیادو برده الان تو زندانه ولی کارگر بوده زنده زندان همین. یا فرضاً این رو خیلی روشن ما در مورد اون حادثه ناگوار و تراژدی سقوط هواپیمای اوکراینی میبینیم که تعداد زیادی از ایرانیایی که میرفتن از ایران به کانادا درگذشتن، تمامشون رو با پست و مقام و درجه دکتراشون میبردن بالا و این یه تصویر طبقاتی، یه تصویر به شدت غیر انسانی هست که من تمام مدت این تو ذوق آدم میزنه. این تو فرهنگ ایران وجود داره، تو فرهنگ به تمام دنیا وجود داره، تو ایران هم با ابعاد خیلی بیشتری وجود داره. این رو باید نقد کرد. حالا شما علاوه بر اینکه ممکنه دکترا داشته باشید، تحصیل کرده دانشگاه باشید که خیلی میبرنتون بالا، اگه کارگر باشید مرگتون یا زندانی شدنتون اونقدر اهمیت نداره، حالا دیگه نویسنده و شاعر باشید که دیگه بیشتر از این. اینها برمیگرده به ایدئولوژی حاکم تو جامعه، به فرهنگ شرق زده عقب مونده و طبقاتی که تو جامعه حاکمه و در رابطه با شعر و نویسندگی اون بود فرهنگ شرق زده ای که تو ایران هست. به نظر من نویسنده خوب باشید خیلی هم خوبه، شاعر خوب باشید خیلی هم خوبه، میتونید نقش بازی کنید، میتونید جامعه رو توش تغییرات ایجاد کنید، میتونید شادی یا عمق تو زندگی جامعه و انسان ها ببرید. خیلی هم مثبت. اینا از اون تیپ نبودن البته، اینها طرفداری کردن از یه رژیم کشتار، یه رژیم جنایتکار، یه رژیم دوز، یه رژیم تا پوست و گوشت و استخون دوز و جنایتکار، هم معروفی هم ابتهاج. و میبینیم یه دمیان اینطوری ازشون تعریف میکنم. نظر من باید گفت شرمتون باد، شرمتون باد که روز روشن اومدی، الان هم که تازه منتظر رژیم چنجید و روز شماری میکنید که آمریکا بیاد این رژیم رو برداره، هنوز از کسی که رفته اینطور از جمهوری اسلامی دفاع کرده دارید دفاع میکنید به صرف اینکه نصرش خوبه. یک مرگ دیگری در هفته اتفاق افتاد. گورباچوف به سا آخرین رئیس جمهور فدراسیون شوروی سابق فوت کرد و این مسئله هم عکس‌العمل هایی رو در مدیای اجتماعی داشته، عکس‌العمل هم در خود روسیه داشتش. میخواستم اول اینو بپرسم که شما چه عکس‌العمل هایی رو در رابطه با مرگ گورباچوف دیدین؟ بفرمایید. گورباچوف از سال 1985 خصوصی سازی اقتصاد رو توی شوروی آغاز کرد و بعد در کنار ریگان و تاچر دو تا شخصیت، مهمترین شخصیت های سرمایه‌داری خشن دست راستی که در دهه 80 سر کار بودند، یکی تو بریتانیا و یکی تو آمریکا، قرار گرفت در اینکه شوروی رو از هم بپاشونه. و به این خاطر که اون آخرین رئیس حکومت شوروی بوده، باعث این شده که شوروی از هم پاشیده بشه و سرمایه‌داری خصوصی بیاد دست بالا رو پیدا بکنه تو جامعه شوروی، بهش برخوردهای متفاوتی شده. خب روشنه سقوط شوروی یه واقعه بسیار بسیار مهم تاریخی بود، نه فقط برای شوروی، برای کل جهان. جهان تغییر کرد بعد از سقوط شوروی. اون چیزی که الان بهش میگن نئولیبرالیسم، که البته من به نئولیبرالیسم اعتقاد ندارم، اگه لازم شد راجبش بحث میکنیم، من مقاله ای نوشتم در موردش، بعد از سقوط شوروی اومد. یعنی یه سرمایه‌داری خشن و زدن هر نوع جامعه رفاه و رفرم هایی که به خاطر جامعه رفاه به وجود اومده بود، نه تنها شوروی سرمایه‌داری خصوصی اومد، شد روسیه سرمایه‌داری خصوصی با تمام اقماری که توی شوروی بودن که همه تیکه تیکه شدن، بلکه تو کل غرب هم جامعه رفاه به شدت عقب نشونده شد، چون دیگه اون جنگ سرد وجود نداشت که لازم بود براش این جامعه رفاه رو حفظ بکنن. در نتیجه یه عده‌ای که یه بخشی اون چپ‌هایی که شوروی رو سوسیالیست میدونستن، گورباچوف رو به خیانت ممکنه متهم بکنن و بگن گورباچوف باعث شد که این اتفاقات توی شوروی سابق یا روسیه و تمام اون کشورهای بلوک شرق اتفاق بیفته، از این رو باهاش مسئله دارن. تو خود جامعه روسیه اونطور که من تو این یه هفته اخیر مطالعه کردم، گورباچوف آدم محبوبی نبوده، برای اینکه فقر عجیبی تمام جامعه روسیه رو گرفت، به خصوص تو دهه 90. از این صحبت میشه که
دو سه میلیون شاید حتی بیشتر آدم به خاطر فقر مردن. یعنی اولا سن مرگ و میر به شدت اومد پایین برای مردا، مثلا 6 7 سال اومد پایین شد 50، بعد 2 3 میلیون بیشتر مردن، بی خانمانی، گرسنگی، فقر، اینا تمام جامعه رو گرفت و دزدی که راه افتاد برای اینکه تمام اون چیزی که سرمایه دولتی بود مثل معادن، مثل نفت، تمام اینها رو به خصوص زمان یلسین خصوصی کردن و به ثمن بخس فروختن. و اون کسایی که ما الان بهش میگیم اولیگارش، جام دنیا بهشون میگه اولیگارش، عمدتاً از همونجا سر در آوردن. این اتفاقات رو برای مردم روسیه هم بخش عمدهشون روشن سرمایه‌دارا، اونایی که الان سرمایه‌دارن و پول دارن خیلی هم خوشحالن، ولی برای عمده مردم روسیه که این فقر و بدبختی رو از سر گذروندن، گورباچوف آدم محبوبی نیست. رئیس اون حزبی که بهش میگن کمونیست توی روسیه، که یه حزب چپ ناسیونالیستی هست، اون هم رئیسش بدی یاد کرد از گورباچوف. ولی از اون بر رؤسای دولت‌های غربی مثل دولت انگلیس، بوریس جانسون و رؤسای دیگه به نیکی ازش یاد کردن، چون باعث شد که سرمایه‌داری دولتی در شوروی اصلا بپاشه، جنگ سرد به پایان برسه و این فضایی که الان ما می‌بینیم حاکم بشه. چه نقش مهمی بازی کرد، ولی آیا از نظر ما این به سوسیالیسم خیانت کرد؟ همون موقع تا اونجا که به ما مربوط شوروی کشور سوسیالیستی نبود. از 1930 به بعد سوسیالیسم تو شوروی شکست خورده بود و یه سرمایه‌داری دولتی بودن، چه استالین، چه خروشچف، چه برژنف و تمام اینها بر یک سرمایه‌داری دولتی حاکم بودن. منتها این سرمایه‌داری دولتی در این حال یه سری رفرم‌هایی رو ایجاد کرده بود، مثل مهد کودک، مثلا بازنشستگی. شما فقر وجود داشت تو شوروی، کمم نبود، ولی شما بی خانمانی نداشتید، بیمه بیکاری میگرفتن، بی بهداشت مجانی بود، حالا کیفیتش پایین بود ولی بهداشت عمومی وجود داشت. یه سری رفرم ها وجود داشت که اتفاقا به خاطر همون رفرم هایی که توی شوروی وجود داشت، جوامع غربی هم بعد از جنگ جهانی دوم مجبور شدن یه سری از این رفرم ها رو وارد سیستمشون بکنن. سیستم جامعه رفاه که راجع بهش حرف میزنن نتیجه جنگ سرد بود، برای رقابت با شوروی بود، برای اینکه جنبش چپ و کارگری و سوسیالیستی قوی بود، بعد از جنگ جهانی دوم هم قوی بود، برای اینکه بتونن اون رو عقب بنشونن. طبقه حاکم توی غرب هم مجبور شد یه سری از این رفرم‌ها رو پیاده کنه. وقتی شوروی سقوط کرد و جنگ سرد تموم شد و اون ترس رفت، می‌بینیم که در عرض مثلا از 1990 تا الان 30 سالی که گذشته، خود جوامع غربی چقدر جامعه رفاه توش عقب نشینی کرده، چقدر زدن، چقدر بیکاری، بی خانمانی، فاصله فقیر و غنی چقدر زیاد شده، تمام این چیزا تو خود غرب هم به شدت گسترش پیدا کرده. اون چیزی که یه عده بهش میگن نئولیبرالیسم، سرمایه‌داری که اگر ولش کنی سرمایه‌داریه دیگه، رفتی نئولیبرالیسم غیره نداره، منتها یه جاهای مبارزه طبقاتی بهش فشار میاره، مجموع شده فرم ایجاد کنه، یه جایی فشار میره، رفرما رو پس میگیره. و این اتفاقیه که تو این 30 سال افتاد توی غرب. در نتیجه نقش گورباچوف روشنه، به این معنا مهمه، ولی گورباچوف سوسیالیست نبود، پیشکسوتانش هم سوسیالیست نبودن، اینها سرمایه‌داری دولتی رو تو شوروی داشتن، ولی عملا این سرمایه‌داری به بن‌بست رسیده بود، با بحران عمیق روبرو بود. یعنی همون موقعی که گورباچوف اومد سر کار یا قبلش، بحران عمیقی سرمایه‌داری رو گرفته بود و اینها نمیتونستن رقابت کنن با سرمایه‌داری بازار آزاد توی غرب. به همین دلیل یه سری اصلاحات لازم بود. یه راهش این بود که واقعا برن دنبال سوسیالیسم یا اینکه سرمایه‌داری بازار آزاد رو بیارن. سرمایه‌داری بازار آزاد اومد و بعد نتایجی که داشت سرمایه‌داری بازار آزاد، مرگ و میر تو جامعه روسیه وسیعاً بالا رفت، فاصله فقیر و غنی بسیار شد، بی خانمانی برای اولین بار اومد تو اون جامعه، فقر گسترش پیدا کرد. از اون طرف یه پدیده اومد به اسم اولیگارش که پیش از این وجود نداشت تو اون جامعه، تمام ثروت عظیم روسیه رو بخور بخور کردن و چاپیدن یه عده‌ای و همه رو به دست گرفتن و الان ما با این پدیده اولیگارش تو کل جامعه دنیا روبرو هستیم. از همونجا سرچشمه میگیره این نقش گورباچوف. از نظر ما هیچ چیزی با گورباچوف نداریم. گورباچوف، یلسین یا برژنف قبل و پیشش
اینها همه یکی هستن که هر کدوم تو متنی که قرار گرفتن نقششون رو بازی کردن. آذر مازدی، گورباچوف با مسئله پروستریکا یا بسا آزادی بیان آوردن توی یه سیستمی که کاملا بسته بود، بالاخره اون زمان در بین روشنفکران جامعه روسیه مثل اینکه پوتین در بسا تشییع جنازه گورباچوف نیست شرکت نکرد. اینو چگونه توضیح میدین؟ آیا ناسیونالیزم روس باز دوباره بسا که عظمت طلبی روسیه رو میخواد و اینا فشار این نباید باشه که پشت پوتین جرأت نکنه بسا که مراسم تشییع جنازه دولتی برای گورباچوف را بیندازه؟ پوتین البته طی یه سخنرانی از گورباچوف به نیکی یاد کرده، من خوندم ترجمهش رو، منتها شرکت نکرده. علت اینکه شرکت نکرده میتونه این باشه که میدونه که گورباچوف توی بین بخش وسیع مردم محبوب نیست، دقیقا به خاطر فقری که آورد محبوب نیست و ازش به نیکی یاد نمی کنن. و الان به خصوص که جنگ هست با اوکراین و عملا این جنگ نیابتی هست، آمریکا و غرب ناتو دارن با روسیه عملا تو اوکراین می جنگن و روسیه رو تبدیل کردن به اون دیوی که قبلا شوروی بود. یعنی روسیه رو عملا با اون جسه بسیار کوچکترش به نسبت شوروی و کل بلوک شرق، 250 میلیون نفر اون موقع زندگی میکردن توی شوروی، تفاوتش رو با الان ببینید چی بوده. در نتیجه اون ولی الان اومدن پوتین رو گذاشت و روسیه رو گذاشتن همونجا، اومدن یه کاریکاتوری ساختن دوباره از جنگ سردی که گرمش کردن به خاطر اینکه احتیاج دارن به یه نظم نوین جهانی ژئوپلیتیک جدید و غیره. حالا وارد این بحث نشیم، فقط می‌خواستم اشاره کنم. و الان که این اتفاق افتاده، گورباچوف همه با این دیدن که چه عکسای دست به گردنی با ریگان و با تاچر و با اون چیزا گرفته و چه همه دارن، حتی همین الان که جنگ وجود داره و روسیه رو اینطور شیطانی بهش تصویر می‌کنن، در مورد گورباچوف به نیکی یاد کردن. به نظرم این مثلا میتونه باعث باشه که پوتین که الان در واقع با غرب جنگ قرار گرفته، نخواسته خودشو با گورباچوف تداعی بکنه به خاطر این رابطه‌ای که گورباچوف با غرب داشته و در این حال برخورد که من اینا فقط یه حدسیاتی هست از طرف من با مقدار اطلاعاتی که دارم، حالا دقیقا چه فاکتورهای دیگه‌ای در کار بوده این رو نمیدونم. منتها گورباچوف بالاخره یه میراثی از خودش گذاشته که این میراث برای خیلی ها مثبت نیست و میگم اگر شما فکر کنید که خب این سوسیالیست بوده بعد به سوسیالیست خیانت کرده، خب دنیاتون یه جای دیگه است. این نیست، این چیزی که من دارم بهش فکر میکنم. گورباچوف کسی هست که سرمایه‌داری خصوصی رو درش رو باز کرد توی جامعه روسیه و با دولت‌های غربی دست دوستی داد و عملا اتفاقاتی که بعدش افتاد مرگ و میر و فقر و فلاکت بسیاری رو به مردم روسیه تحمیل کرد. و یکی از بحث‌های دیگه این هست که گورباچوف بهش قول داده بودن، قول گرفته بود که ناتو گسترش پیدا نمی کنه، منتها یک دونه از اینها رو دولت‌های غربی بهش پایدار نبودن. همون موقع تو دهه 90 که کلینتون رئیس جمهور بود گسترش ناتو رو آغاز کرد، در حالی که دو سال پیشش به گورباچوف گفته بودن نه این کار رو نمی کنیم. وقتی دولت ریگان بود به گورباچوف قول داده بود و کلینتون هم گفته بود باشه، ولی اصلا وقتی نگذاشتن به قرارهایی که با هم گذاشته بودن و دیدیم که ناتو رو اینقدر گسترش دادن که الان رسیدیم به اینجایی که می‌بینیم تو سال 2022 رسیدیم. من فکر می‌کنم که اینها دلایلی بوده که پوتین شاید نخواسته خیلی روشن بیاد جلو صحنه، در حالی که توی سخنرانی ازش تبریک گفت. اخیراً تظاهراتی در پراگ بود، این تظاهرات چه مضمونی داشت؟ آیا علیه جنگ در اوکراین بود یا اگه شما دنبال کردین یک گزارش کوتاهی رو برای بینندگان ما داشته باشید؟ گفته میشه که یک رقمی بین 70,000 تا 100,000 نفر توی تظاهرات پراگ پایتخت جمهوری چک شرکت کردن. تظاهرات وسیعی بود، عکس‌هاشون تو سوشال میدیا میشد دید. این تو این تظاهرات نکته‌ای که جالب بوده اینی که راست
افراطی با چپ افراطی میگن. اینا چیزایی هست که همون میزان گزارشایی که ازش پخش شده دارن روی بهش هستن. با هم اومدن توی صحنه و هم علیه سیاست دولت در مورد جنگ اوکراین انتقاد جدی داشتن، میخواستن دیگه سلاح فرستاده نشه و از پشتیبانی از اوکراین دست کشیده بشه، هم مسئله گرانی، تورم، بحران اقتصادی، قیمت انرژی که رفته بالا، اینا همه اونجا بوده. میتونسته اینکه این دوتا جریان با هم اومدن از ناسیونالیزم نشأت گرفته باشه. میدونین که توی چک یه دولت دست راستی فاشیستی عملا سر کار جمهوری چک، مجارستان و لهستان، هر ستایی که این کشور اروپای شرقی دولت های شدیدن دست راستی توشون حاکم هست. دولت چک البته نقد کرده به اینها و گفته اینا طرفدار پوتینن و طرفدار روسیهن و غیر و ذالک، ولی خب این یه حرکت مهم بود و فقط سر اوکراین نبود، سر انرژی خواستن از ایو هم جدا بشن، چون دیدن که دولتشون چجوری توی دست رؤسای ایو قرار داره. ولی نکته جالب این بود که این تظاهرات رو یک دونه از رسانه‌های بستر اصلی گزارش نکردن. شما هیچی توی بی بی سی، آی تی وی غیره و توی بریتانیا ندیدید، مطمئنم تو سوئد هم هیچی نبود، سی این این و ان بی سی و یک دونه از اینها هیچی ننوشتن، گاردین و یک دونه از این روزنامه ها هیچی ننوشتن، حتی روزنامه هایی که خود چپ مرکز هستن اشاره به این تظاهرات نکردن. ببینید چه سانسوری حاکمه تو رسانه های جوامع غربی، اونجایی که برمیگرده به سیاست ناتو، سیاست آمریکا و سیاست جنگ اوکراین و علیه روسیه. این اتفاق مهمیه. اونهایی که تو من تو توییتر دیدم، تو فیسبوک دیدم، تو سوشال میدیا دیدم، جریانات و ژورنالیستای چپ این رو انعکاس داده بودند، برای عکس ازش گذاشته بودن و این مقداری خواستاش و غیره رو مطرح کرده بودن. همچنین شنیدم تو کل هم یه تظاهراتی بوده علیه سیاست‌های دولت آلمان سر حمایتش از اوکراین و فرستادن سلاح و بالا رفتن قیمت انرژی، و چون آلمان به خصوص با یک بحران جدی انرژی روبروست، نه فقط اینکه مردم باید سرما بکشن توی خونه هاشون و نمیتونن پول انرژی رو بدن یا نمیتونن اونطوری که میخوان گرم کنن خونه هاشون، صنعت آلمان بعضن داره میخوابه به خاطر اینکه بدون رسیدن گاز از روسیه نمیتونه تولید بکنه، و این یک توی کل همه تظاهراتی بود. از کل کمتر خبر من دیدم که چند نفر بودن و شرایطش چجوری بود. اعتراض به این سیاست‌ها توی اروپا داره پا میگیره که یه نکته مهمی هست. اعتراض به حمایت این دولت‌ها از جنگ اوکراین یا فروش فرستادن سلاح، فروش که نفرستادن سلاح، حمایت‌های مالی این چنینی، بحران اقتصادی که اومده این و فقری که به دنبالش دامن مردم رو گرفته، و تو خود انگلیس فرضاً میگن که تو هر دو سه دقیقه یه خانواده، تو هر دقیقه دو سه خانواده توی بریتانیا هم بیخونه میشن، خونه‌شون از دست میدن. این ابعاد وحشتناکی رو پیدا کرده توی اروپا و تو آمریکا. در نتیجه ولی این اخبار همونطور که گفتم یک سر و سوزن هم انعکاس پیدا نکرد. باید ببینیم که همینطور که داریم الان نزدیک میشیم به زمستون و همه دارن میگن که زمستون تاریک و سختی خواهد بود، فقری که خواهد اومد، چگونه مردم مقابله خواهند کرد با این مسئله و چگونه اعتراضات وسعت پیدا میکنه. در این حال این هم هست که دولت ها شروع کردن محدود کردن اعتراض، پلیسی کردن بیشتر جامعه و کنترل بیشتر و سانسور بیشتر. این اتفاق رو من بیشتر از انگلیس خبر دارم و تا حدودی از آمریکا که وسیعاً داره گسترش پیدا میکنه. تو بریتانیا پشت هم دارن قانونایی میارن که اعتراض و تظاهرات رو سختتر و سختتر و سختتر بکنن و احکام زندان میذارن برای یه سری از حرکتا، چیزی که قبلا وجود نداشت. آذر ماجدی، خب این طبیعی هست که بالاخره انسان‌ها این بحران و روی به اساس سفره خودشون احساس میکنن و بهش عکس العمل نشون میدن. مسئله بحران و بحران انرژی، بحران به اساس تورم بالایی که توی اروپا هست به سفره‌های خیلی رو خالی کرده. فکر نمی‌کنین که آغازی باشه برای اعتراض به
اون طرح اروپای واحد. الان عملا اینطوری هست که اروپای واحد یکی از گوشه‌هایی است که جنگ در اوکراین رو داره برای آمریکا پیش میبره، با امکانات مالیش، با امکانات تحریم‌های اقتصادیش. و پوتین هم اخیرا گفته که من گاز و انرژی رو به هیچ وجه آزاد نمی کنم مگه اینکه این تحریم ها برداشته بشه. فکر نمی کنین که مردم در چکسلواکی فکر می کنن که خب اگه تو این تشکیلات نباشن میتونن انرژی خودشون رو به حساب تأمین بکنن؟ در رابطه با همبستگی مردم تو اروپا چه اتفاق می افته با انتظارات ها؟ ببینید، مسئله ایو رو داریم و ناتو. من فراموش کردم بگم یکی از تقاضا خواستای مردم تو اون تظاهرات خارج از خروج از ناتو بوده. قطعا ما شاهد اعتراضات خواهیم بود. وسعتش چقدر خواهد بود بستگی داره، چقدر امکان سازمان، بدون سازماندهی امکان نداره. شما به احتیاج به احزاب و سازمان هایی دارید که این اعتراضات رو سازمان بدن. حالا باید ببینیم که اروپا توی این 20 سال اخیر به شدت عقبگرد داشته، توی شکل اتحادیه‌های کارگری به شدت ضعیف شدن، جریانات چپ به شدت ضعیف شدن، قدرت اعتراض و سازماندهی کم شده. فرانسه یکی از معدود کشورهایی هست که هنوز ما تو اعتراضات وسیع توش میبینیم. بریتانیا الان بعد از 30 سال شروع کرده اعتصابات به راه افتاده، تو چند بخش داره اعتصابات سازماندهی میشه که یه اتفاق بسیار مهمی هست برای بریتانیا. حالا باید ببینیم بقیه کشورهای اروپایی چه کار خواهند کرد. منتها ببینید، خروج از ایو یا اروپای واحد لزوما به این معنی نیست که دنبال آمریکا نخواهند افتاد. بریتانیا 4 سال پیش برگزیت داشت، یکی از پر و پا قرص ترین دولت‌های طرفدار جنگ اوکراین بود. حتی الان دیگه، قبلا ما راجعش حرف زدیم چون خبرش پخش شد، ولی الان حتی فارن افرز که یه مجله مال هیئت حاکمه است و دفاع از هیئت حاکمه است، مقاله ای چاپ کرده که تو ماه آوریل روسیه و اوکراین عملا یه توافقنامه صلح نوشته بودن، رفته بودن پای امضا که جنگ رو تموم کنن، روسیه برگرده به جایی که قبلا بود و اوکراین از ناتو بکشه کنار. این رو نوشته بودن تو ماه آوریل، ولی بلا فاصله بوریس جانسون میره اوکراین، مچ دست زلنسکی رو میپیچونه که این حرکت مورد حمایت غرب نخواهد بود و زلنسکی عقب مینشینه و صلح به هم میخوره. یادتون باشه رفتن استانبول گفتن داره صلح میشه، حتی معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت آره چیزاش پیش اومده، هنوز امضا نکردیم ولی داریم میریم جلو. یه دفعه همه چی به هم خورد. همون موقع بود که بوریس جانسون رفت اوکراین. این مقاله الان چاپ شده، راجبش حرف دارم میزنم. در نتیجه در حالی که انگلیس یا بریتانیا توی ایوان نیست، این سیاست‌های دست راستی، این سیاست‌های پرو آمریکایی، این سیاست‌های پرو ناتویی میتونید شما توی ایو باشید یا نباشید دنبال بکنید. مسئله بر سر این که این دولت‌هایی که تو اروپای شرقی هستن، دولت‌های دست راستی طرفدار ناتو هستن به شدت، و به شدت ضد ناسیونالیسمشون، ضد ناسیونالیسم روس و ضد روسه، و این و همشون به شدت فشار آوردن به خاطر اینکه این اوکراین رو ازش حمایت بکنن. مجارستان یکمی کمتر، ولی جمهوری چک دقیقاً این کارو کرده. اینا همه جریاناتی هستن که از زمانی که شوروی اصلا پاشید بلافاصله همشون به ناتو پیوستن، دولت‌های دست راستی همش توش حاکم بوده و از اون طرف یک ناسیونالیزمی توشون حاکمه که به شدت ضد روسیه. ناسیونالیزمشون با آمریکا کاری نداره، ولی به شدت ضد روسیه، برمیگرده به اون دوران شوروی و به اصطلاح دوران وحش و غیرگذاری. به هر حال این شرایطی هست که وجود داره. حالا باید ببینیم. من امیدوارم که اعتراضات و تظاهرات گسترش پیدا کنه، ولی احتیاج به یه نیروی سازمان دهنده داره. جنگ اوکراین و مسئله بحران اقتصادی که تو غرب به وجود اومده، پیامدهایی رو که پاندمی کرونا داشت به سایه برد، و تو این پاندمی هم کلی هم پول به جیب زدن. اخیرا در رابطه با واکسن های کووید صحبت هایی هست، این بحث ها چی هست، از کجا میاد؟
ببینید این واکسن کووید که فکر کنم 2 سال پیش بود توسط فایزر مدرنا اومد، قضیه نزدیک 2 بیلیون دلار فقط فایزر سود به جیب زده. خیلی سریع فضا توی جامعه مسموم شد، یعنی حتی یه بحث عادی در مورد مضرات واکسن یا ساید افکتاش یا فوایدش نمیشد کرد، بلا فاصله یه فضایی در میگرفت، شما میشد یه آنتی واکسن و یکی میشد پرو واکسن و میفتادن به جون هم. این تو آمریکا خیلی شدید بود. یه بحث سالم، یه بحث علمی در مورد این واکسن، تأثیرات جانبیش یا مضراتش نمیشد انجام داد و سوسیال میدیا بلافاصله شروع کرد سانسور کردن هر بحث و پادکست و نوشته ای که واکسن رو به نوعی سعی میکرد زیر سوال ببر یا نقد روش بذاره. یوتیوب این کار کرد، فیسبوک این کار میکرد، توییتر، تیک تاک، اینستاگرام، همشون. یه تعدادی از اونایی که پادکست دارن فرضاً تو یوتیوب که مثلا سعی کرده بودن بگن نه حالا واکسن این اشکالات هم داره، این مسائل هم براش پیش اومده، اقلا یه هفته اون برنامهشون که سانسور شده بود هیچی، یه هفته برنامهشون مثلا بسته میشد و شما اگه میرفتید این پادکست رو نگاه میکردید اسم واکسن رو دیگه نمی آوردن چون میترسیدن برنامهشون سانسور بشه. تا این شد جلو رفته بود و نمیشد حتی یه دیالوگ درست داشت سر اینکه خب یه دی ساید افکتای بسیار ناجور گرفتن از واکسن، مثلا مایاکوندریات که یه مشکل قلبی هست. خیلی طول کشید تا بالاخره یه بعضی ها شروع کردن راجع به این حرف زدن که به خصوص مردهای بین 18 تا 30 32 سال، اینها تعداد زیادی توشون این مشکل رو پیدا کردن بعد از زدن واکسن. برای بعضیاشون خیلی شدید و خطرناک بوده، برای بعضیاشون کمتر. بعد یواش یواش این بحث پیش اومد که زنان حامله که واکسن می‌زدن بچه‌شون سخت کردن یا دردهایی که پیدا کردن، فشار روی مثلا قفسه سینه، تعداد زیادی این رو دارن ولی حتی راجبش حرف نمی‌زنن. اینا رو نمی‌شد گفت و آدم میمون چرا اینجوری شده، چون بالاخره ما یه عمری خودمون واکسن زدیم، فلج رو نمی‌دونم آبل مرغون و اوریون و کزاز و بچه هامون رو واکسن زدیم، مشکلی نداشتیم ولی سری نمیشد حرف زد. الان البته دارن تغییر میکنن، الان یوتیوب مقرراتش رو تغییر داده، رسما نوشته الان دیگه اجازه میده شما بیشتر راجع به مضرات و شرایط مسائل جانبی واکسن صحبت بکنید. یه دلیلش مسئله کاملا روشنه، مسئله سودی عظیمی بوده که این کمپانیا ازش سود می بردن. اگر شما توجه داشته باشید که توی فرضاً توی آمریکا فایزر 11 میلیون دلار توی چند سال اخیر پول لابی داده برای کنگره آمریکا و سناتورا، یعنی به اونهایی که کاندید سناتوری هستن یا کاندید کنگره هستن پول داده، کمک کرده که انتخاب بشن و بعد بهشون پول داده 11 میلیون دلار. بعد FDA که اون سازمانی هست که تو آمریکا تمام داروها رو باید تایید بکنه قبل از اینکه بتونه به بازار بیاد، حدود 75% بودجش رو از همین فارماسوتیکالا میگیره، یعنی کمپانی های داروسازی 75% بودجه این FDA رو تامین میکنن. این خیلی روشن نشون میده که یعنی فساد روشن. شما وقتی 75% بودجه تو از اینا میگیری تایید میکنی چیزی که بهت میدن. اینم بعد تعداد زیادی از نماینده های کنگره و سناتورهای آمریکا سهام دارن توی این فارماسوتیکالا، در چه وقتی که سود میبرن این کمپانیا از نظر مالی به نفعشونه. فساد اینقدر روشنه و اینها هستن که قانون میگذرونن، قانون میگذرن که باید تایید بشه، قانون میگذرن که باید حتما اجباری بشه، قانون میگذرونن که اگر نزنید موانع جلوتون میذاریم، قانون میگذارونن که نمیتونید راجبش حرف بزنید، بگنه دیس اینفورمیشن یا میس اینفورمیشن، یعنی اطلاعات غلط خواهد بود. این فضایی هست که تحت در دوران کووید تو این 2 ساله بر جامعه غربی به خصوص آمریکا، کانادا و استرالیا که خیلی بدتر بودن از اروپا توش حاکم بوده که هر نوع بحث، هر نوع دیالوگ رو بستن. و بعضا مثلا مقاله من یادمه که توی ژورنال پزشکی قدیمی آمریکا انگلیسی
دو سه ماه پیش چاپ شده بود که در مورد همین واکسن بود، اینو فیسبوک سانسور میکرد اگر شما میذاشتید. این یه سازمان به شدت معتبری هست از نظر پزشکی، حتی مقاله اونها رو هم سانسور میکردن. و البته هنوز این فضا ادامه داره. چرا؟ به خاطر این فارماسوتیکالا پول میدن، میخرن، میدیا رو میخرن، دولت رو میخرن، دموکراسی رو میخرن که بتونن جیبشون رو پرپول کنن. الان دوباره یه واکسن اومده، میگن فقط رو موش آزمایش شده و اینو یه دراجبش مسئله دارن، میگه این فقط رو موش آزمایش شده. تو آمریکا میگن نه، اگه ما بخوایم واکسن رو آدم آزمایش بشه، این واکسن ها دیگه تاریخ مصرفش تموم میشه، باید زد و نه هیچ اوکی هم هست، هیچ ایرادی هم نداره. یا مثلا مدتی بود شما نمیتونستید راجب این حرف بزنید که شما میتونید مسئولیت طبیعی تو بدنتون به وجود بیاد بعد از اینکه کووید رو گرفتید و این حتی بهتر از واکسنه. اینو نمیتونستید راجبش حرف بزنید. واسه من اینجا وقت بیشتر از این نمیگیرم. منتها این یه واقعیتی بود که نشون داد که جامعه تا چه حد فاسد و کثیفه و این دموکراسی که راجبش حرف میزنن پارلمانی چقدر فاسده و هیچ ربطی به منافع مردم نداره و که حتی وقتی پای جون آدم هاست یا سلامت آدم هاست این رو به بازی میگیرن. حتی یه بحث سالم نمیتونید داشته باشید، یه تحقیق درست حسابی علمی نمیتونید داشته باشید. مسئله سود این سازمان ها از هر چیزی مهمتره. یه مثلا نکته دیگه، فرضاً سازمان جهانی بهداشت که اینقدر راجع بهش حرف میزنن و میخواست تمام چیزای بهداشت جهانی رو میخواستن بدن بهش، این اون هم یه چیزی حدود 70% بودجه رو کمپانی های خصوصی تامین میکنن. بزرگترینش بیل گیتسه، فاندیشن بیل گیتس، بنیاد بیل گیتس واکسن میسازه و داره فشار میاره که و کلی سود برده سر همین دوره کووید از این واکسن ها و حتی از این حرف میزنن که اینو باید تحقیق کنن راجبش، واکسن هاشو تو آفریقا رو بچه های آفریقایی تست کرده. یعنی اینقدر کثیفه، اینقدر. و ما داریم ملت میرن صحبت های سازمان جهانی بهداشت رو گوش میدن. چجوری میتونید شما اعتماد بکنید به این سازمانی که پولش و بودجش رو هم برای این سرمایه داره دارن؟ این واقعیتی هست که توی جامعه سرمایه داری وجود داره و روز به روز داره بدتر میشه. ممنون آذر ماجدی. میگم که خب جامعه سرمایه داری دیگه، با پول میشه خدا رو هم خرید. فکر میکنید جمهوری اسلامی اشتباه میکنه و میخوان وکیل مجلس بشن، کلی قرض میگیرن وکیل بشن که بتونن بخورن؟ جامعه سرمایه داری همینه. ممنون که با ما بودین، برای شما ایام خوبی رو آرزو میکنیم. خیلی متشکرم، روز شما و همه بینندگان عزیز خوش. بینندگان عزیز، شما به آزادی زن تماشا میکردید و از طریق آدرسی که در زیر همین صفحه رد میشه میتونین با ما در ارتباط باشید. برای همه شما ایام خوبی را آرزو میکنیم، به امید دیدار و شنیدار در دیگر برنامه های تلویزیون آزادی.